توی این درس به شما یاد میدم که چطور به کارت الکترونیکیتون رنگ اضافه کنید. ممکنه الان همون پالت رنگی رو که توی درس قبل درست کردید داشته باشید. اما اگه ندارید میتونید از خودتون سوالهایی مثل این بپرسید که پس زمینه، متن و عناصر گرافیکی شما باید چه رنگی داشته باشند. فکر می کنید چه رنگهایی بهتر محتوا و لحن عاطفی موضوع و مضمون شما را منتقل میکنه آیا رنگ های برند سازمانتون رو در اختیار دارید که ممکن باشه بخواید اینجا از اونها استفاده کنید؟ اینها به شما کمک میکنه که چیزها رو محدود کنید. کلیک راست روی پس زمینه به شما گزینه هایی برای تغییر رنگ پس زمینه میده. من از این رنگ های گزارش رمزگشایی انقلاب استفاده می کنم. تصمیم گرفتم که پس زمینه رو آبی کنم. همونطور که می بینید اینها رنگ های ساخته شده هستند. بعدا به شما نشون میدم که چطور این کار را انجام بدید. برای تغییر رنگ متنتون گزینه رنگ متن رو از نوار ابزار بالا انتخاب کنید و یکی از رنگهاش رو انتخاب کنید. من از رنگ گزارش خودم یعنی صورتی برای متن استفاده می کنم. اگه بخواید که رنگ یکی از عناصر گرافیکیتون رو عوض کنید، باید اون رو انتخاب بکنید بعد به منوی بالا برید و گزینه فیل رو انتخاب کنید و بعد هر رنگی رو که میخواید بردارید و داخلش بریزید. برای اینکه این آبی نسبتا تیره است من میخوام رنگ متن رو به سفید تغییر بدم که بهتر دیده بشه اما همونطور که میبینید یک خط دور این شکل قرار داره که باید از شهرش خلاص بشیم. پس به بخش انتخاب خط توی نوار ابزار بالا میرم و چون هیچ خطی نمیخوام گزینه شفاف رو انتخاب میکنم. خب من نسبتا از این طرح راضیم. اما اگه میخواستید که یک رنگ ساخته شده رو اضافه کنید باید به بخش پر کردن رنگ توی نوار ابزار میرفتید. بعد ساختن رنگ رو انتخاب کنید و مقدارهای هگز رو که از قبل توی پالت ادوبی کالر پیدا کرده بودید اونجا وارد کنید. یا اینکه موس رو حرکت بدید و هر رنگی رو که دوست دارید انتخاب کنید. اما من میخوام همون رنگهایی رو که داشتم نگه دارم. حالا که من همه رنگهایی رو که میخواستم انتخاب کردم، سراغ تر و تمیز کردن طرح میرم. اما میخوام به شما توضیح بدم که چرا این رنگ ها رو انتخاب کردم. همونطور که قبلا گفتم من سبک ها رو از گزارش رمزگشایی انقلاب میگیرم و اینها از پیش یک پالت رنگی دارن که از صورتی گرم استفاده میکنن. پس اینجا هم همین کار رو میکنم. من این رنگ رو دوست دارم چون کمک میکنه به لحنی که توی خلاصه طرح من مشخص شده برسم. کارت الکترونیکی من رهیافتی برای ارزیابی اطلاعات جدیه. پس فکر میکنم این رنگ صورتی گرم و دوستانه و سهل الوصول به نظر میرسه و این لحن رو هم منتقل میکنه. خب حالا فقط کمی تمیزکاری میکنم و حالا کارت الکترونیکی من تموم شده و آماده دانلوده توی درس بعدی نشون میدم که چطور این کار رو انجام بدید